Okay, en dan legt hij ze. من امروز ساعت 6 از خواب بلند شدم و اینطور دادم که وای ترنه انا که یک ساعت دیگه آفتاب میره و دیگه نمیتونی حتی از کاری که داری میکنی درست فیلم بگیری و حتی ازش عکس بگیری بیا انجامش بده و اینطور دادم که باشه و الان اینجاییم. احتمالاً تا الان تایتل ویدیو رو خوندین و واقعا دل نمیخواد به اون سمت بره اینجا به سمت ولی داره میره. این عکس اون کاریه که میخوام امروز انجام بدم. او اینجا وسایل اون چیزایی که فکر میکنم نیاز داریمه. ایناش بین اینو این بعد انتخاب میکردم و اینو انتخاب کردم. اول صورتمون رو تمیز میکنیم. آره این میسدار واتر دیپ سنس برای پوستای چرم پاکنده صورته. یه فر اومده بود که خونه رو مرتب کنه و داشت سعی میکرد در اتاق من رو درست کنه چون در اتاق من شکسته و من همشش فکر میکردم که این میخواد بیاد داخل. از الان داره قرمز میشه. کرم پودر استفاده میکنم. این کرم پودر ولی فقط به عنوان کانسیل کردن ازش استفاده میکنم. خیلی بهتره. واقعا این بهترین تصمیم زندگی من بود. بعد از اینکه تصمیم گرفتم ایپاد بخرم. چرا واقعا اینقدر طول میکشه که بخونم روشونو. این کرم پودر رولوشنه که ویگنه و کرولتی فریه. پادکستی که من همیشه گوش میدم Anything Goes اماه. لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن. و یه دونم چنل بیه علی بندری اگه درست بگم که داستانای جنایی و پرونده‌های مختلف رو توضیح میده و واقعا کارش خوبه. یعنی من واقعا لذت میبرم از اینکه پادکستش رو گوش میدم. وقتی توی اینستا میخوندم اوایل پرونده‌های جنایی و مثلا پیج True Crimes اینجا اینو برات بزنم اینطورم که وای من امشب میترسم تنها تو دارم تو تاریکی باشم. من میشستم توی روز میخوندم پرونده ها رو و واقعا میترسیدم. اینطورم که ما داریم توی چه جهانی زندگی میکنیم. همه چیز ترسناکه. من دیگه نمیخوام با اسنپ برم میبر اونور. آدم های جوگیر مثل من. بعدش که خیلی علاقه من شدم و ترسم ریخت شروع کردم توی اینستا و پرونده ها رو خوندم و میخواستم سریال دی اکت رو ببینم که در مورد نمیگم چیه خودتون برید نگاه کنید. من ممکن اسپویل کنم اگه بخوام یک کلمه رو جوش بگم یک جمله بخوام رو جوش بگم احتمال اینکه اسپویل کنم خیلی زیاده و به جای اینکه برم سریال رو کنم چون برام خیلی طولانی بود ولی وقتی سانیا دیده بود گفته بود که اوکیه که دوستش داشته و چند بار نگاه کرده اون سریالو و من نگاه نکردم و رفتم توی پادکست چنل بی گوش دادم که میتونین توی مثلا من پول بدین میتونین توی کست باکس و اسپاتیفای گوش بدین اونجا جاهایی که من تا حالا ازشون گوش دادم و کل پرونده رو اونجا گوش دادم. کلش رو با جزئیات کامل و توی وبسایتشون عکس و فیلم ها هست هر چیزی که حالا باشه و خیلی باحال بود. از اون موقع به بعد که شروع کردم پادکست گوش دادن دیگه موقعی که مثلا میخوام تکلیف مرسم انجام بدم یا پادکست اما رو میبینم که نمیتونم ببینمش گوش میکنم یا چنبی و یا آهنگ گوش میکنم و خیلی کیف میده. خیلی حس خوبی داره. میترسم چرا عکس مستقیم از خودش نذاشته. خط نه این خط چشم میسید مداد نرمه همه جا میسید. این مداد نرم بیوه تنها چیزی که من باش خط چشم میکشم و همه جا میشه استفادهش کرد. همه جای صورت یا بدن همه کار که دوست داریم باش بکنیم. و یه دونه براش با امکانات صفر میخوام این کار انجام بدم و واقعا الان ترسیدم. اوکی الان وقتشه. اوکی خوشحالم که این ناخونه شکسته. احساس میکنم به یه دلیلی شکسته بود و امروز همون فهمیدیم که چرا زاویه نداره. بعد زاویه داشته باشی مینتال بریک داون تایم.
میدونی چیه، بعد به پروسه اعتماد کنم. چیز ندارم. چی بهش میگن؟ اونایی که میکنن تو گوش، گوش باکن ندارم. گوش باکن ندارم، گوش باکن ندارم. میام میچوپم. چوپم دیگه چیه؟ کامان، چیزای بی نقص اصلا زیبا نیستن. پرابلم سالو. حالا باید چیکار کنم؟ باید بیارمش داخل؟ چرا هنوز شبیهش نشده؟ احساس میکنم ضعف کردم. چطوری اینقدر دختر تمیز درش آورده؟ What the hell؟ شایدم با فیس تون درستش کرده. کامان، هیچ کس صرف از این مرضی راست نمیگه. شاید باید بیشتر بزنم. چرا اون انقدر خوشگله؟ چرا انقدر خوشگله؟ بعد میام سراغ بعدی. اوکی، الان که دارم تو آینه نگاه میکنم ازش خوشم میاد، ولی هنوز هیچی نیست. هنوز رسما هیچی نیست. الان که ما آینه نگاه خوشگل شده. شاید دارم اشتباه انجامش میدم. اصلا دارم اشتباه انجامش میدم. نمیدونم. یکی هم مثل اون میکنم، میام ببینم میتونیم چیز ازش در بیاریم یا نه. چقدر واقعا چقدر فکر میکنم قرار آسون باشه. این که دیگه آه کاری نداره، یک دو سه تموم شد رفت. و یکی از بزرگترین سختیاش اینه که چشم اون آدمه خیلی فرق میکنه با چشم تو، و اصلا حتی قرار نیست، ممکن اصلا به تو نیاد اون چیزی که داری سعی میکنی به زور از ساعت 6 تا 7 و نیم عصر انجامش بدی و تازه فقط پایین پیگاش رسیده باشی. قسم سختش همینه، بعدش دیگه تمام میشه میره. اما این اتفاقا قراره بیفتن و تو هیچ وقت انتظارشون رو نداری که بیفتن و سورپرایز میشی. مثل من، مثل الان من. اگه آخرش خوب بشه چی؟ ها ها، میتونم بگم که ما هیچ وقت نباید زندگی رو قضاوت کنیم، چون زندگی همیشه قسمت خوبش رو موقعی بهت نشون میده که تو براشون سب کرده باشی. قسمت های خوب زندگی من. یا باید با هم دیگه همزاویه باشن و این یه راهنمایی بزرگه. الان نوبت اینه که اتاق من رو تمیز کنم و من اینطوریم و بعد با عینک برم بیرون و بگم اومدم. خیلی آوردمش بالا، نه؟ نه. واو، دارم گند میزنم. بیاییم تا اینطوری رفت بزنم بخواد اینکه زشت میشه. درد داشت. واو، باید کوچی به هم زنگ بزنه الان، چون من همون چیزی هم که الان میخوان. اکی بدن میتونه دستان بشورم، میتونه دستان منتظر. ای کجا انداختمش؟
خوبه ولی یه طوریه، مثلا نمیتونم تو خونه همینطوری واسه خودم بشینم چون قدر این زیبایی دونسته نمیشه. بعد یه جایی برم که هیچ جایی توی ایران نیستش که بخوام با این برم و بگم بهم مامان دارم ویدیو ضبط میکنم. حالا هم اونجا تعمیر شده، شما گنده کذابت هم اتفاقتون پا تو هر دار نیاریم بیرون، یه ماسمه پا تو هر دار. آی مام پیکسی رو لعه نکن، مراقب باش. چرا اینطوری میکنی باش؟ به مانا گفتم در دستشوی ببند، در وانمود کرد که هیچ وقت نشی در فرمو. اگه الان بگم دارم فیلم میگیرم سرسوه نکنی، راستین از ام سرسوه میکنه، پس هیچ کاری نمیتونم بکنم. چه آره با دست قراره آرایشو تو پاک کنی ترنه. فکر کنم همینه، تمام شد. من تو موجم ندارم، من تو موجم ندارم. اون قسمت اکلیشو نمیدونم از کجا میخوام در بیارم، اما یه جایی میخوام در بیارم. نه جواب نیست، اما راه دیگه ایم نداریم. چرا اصلا انقدر به هم نمیاد؟ درس امروز اینه که میکاپ های پینترست برای پینترست هم. بابا راستی نوبت توه، جواب داد. واو چشمم تمام شد، فقط مونده که ریمل بزنم. نمیتونم، فاجعه قرن 21. قرن 21 این هنوز یا چی؟ یکاش ریمل داشتم ولی ندارم. دقیقتم اینه که یه ریمل داشته، ریمل خط موج مصنوعی. وای احساس میکنم این داره چشامو روشن‌تر میکنه. وای موجه های پایینشش هم اونقدر بلند نیست. موجه های پایینشش هم انزگاهی بلند نیست. هیچ کس قرار نبود اینجور شو بهم بگه. نمیدونم، شاید وقتی روژه لب زدم یهو عالی شد و پرفکت شد و هیچ کس نتونست بهم بگه که بده. باید یه رینگ لایت روشن کنم. واو فضای مجازی بهتون دروغ قراره بگه و یه کاری کنه فکر کنید که قراره اون چیزی که به بقیه میاد به شما بیاد. مامانم و راستین دارن جنگ جهانی سوم رو اینجا شروع میکنن و به زور پیکسی رو میخوان ببرن بگردونن و پیکسی نمیخواد بره. من رینگ لایت هم روشن میکنم. قبل از اینکه راژه لبو بزنم از آخرین داره میریزه رو زمین همش، از آخرین لحظه های قشنگ وای چرا اینا اینطوری هست؟ انگار هیچ بن و ریشه ای ندارن، فقط میریزن این برون بر. از آخرین قسمت های قشنگ زندگی لذت میبرم. دوستش دارم. یالا رفتم چرخیدم و پوستم چرب شد، یالا من خورکی مرکی خوردم و الان یکم عادت کردم به چیزی که دارم میبینم و جلومه. الان حتی میتونم اشکالات طوری که کپی کردم اونا رو ایشرم ببینم، ولی خب به هر حال زندگی راحت نیست و همه چیز قرار نیست خوب پیش بره اونطور که من میخوام. آینه رو کجا گذاشتم؟ ککومک آره یا ککومک نه؟ احساس کنم ابرام کم رنگ شد. چیزی که من باش ککومک میدارم مرد ابروی بیوه، رنگش اصلا رنگ نو. اگه طوری بشه در نظر گرفت، اصلا در حال رنگ دادن نیست. فندکم هم یه نفر برداشته، نمیتونم آرتیش بزنم اینو زیرش رو که یه عالم رنگ بده. اونطوری خیلی بهتر رنگ میده. پلت رولوشن که اینم ویگن و کروئلتی فریه. چرا نمیبینم آرم کروئلتی فری بودنشو؟ و
ولی این یکی از بهترین پلت های منه. برش میلانیه، برش بلندینگشه. اول رو جمعه میدم. چقدر کثیفه درش. امکانی نیست. چیه؟ لیپ بامه. آره دیگه دقیقا هم. It looks beautiful. خط لب مال این دخترم همینقدر قهوه‌ایه. و مشخص نیست. اینطوریه. وای عجیب به نظر میام ولی باحاله. مثل باحاله. نمیتونه این رفعه هر روز همچین آرشی بکنه و بره بیرون و اینکه توی نیویورک زندگی کنی نه در وسط تهران. اما دوستش دارم. هم اینطوری کنم با یه لباس، یه لباس مشکی که نمیدونم چه لباسی باید انتخاب کنم و میتونم تو آینه عکس بگیرم. Sounds fun. بعد برم امتحان کنم و ببینم که چطوری میشه. Hey. الان ساعت 1 و نمیخوام بگم که من از ساعت 6 عصر که دارم روی این کار میکنم و بکنم چند ساعته؟ 6 7 8 9 10 11 12 1 7 ساعته. و ساعت 10 کارش تمام شد، 11 12 1 و 3 ساعته دارم سعی میکنم یه عکس خوب ازش بگیرم. تونستم اون عکسی که میخوام بگیرم. نمیدونم اگه دارین این ویدیو رو میبینید، اگه قرار بوده احتمالا پستش کنم، پستش کردم. اینجا اینستای منه، میتونید بیاین اونجا پیشمون باشین. اونجا جمعیت خیلی بیشتره و قطعا اونجا آنلاین ترم. اما خیلی خوابم یا دیگه نمیارزه تلاش کنم، ولی دوستش دارم. اولش خیلی ترسیدم با اینکه الان هیچی مشخص نیست. تنها کاری که امروز کردم این بود و الان خستم و خوابم میاد. یه فرنجا داره قرآن میخونه توی مسجد. دوستتون دارم، میبینمتون تا خدا میدونه که اینجا رو خدا میدونه که تا